سلام، جمعه شبتون در ایران بخیر. ساعت 8:30 دقیقه 14 شهریور ماه 99 به وقت ایران و در حدود نیم ساعت آینده من آرمین قبادی پاشا با برنامه چند این هفته همراه شما خواهم بود. به دنبال خبر مربوط به صدور حکم اعدام برای نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی، اعتراض گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی شکل گرفت که تبدیل به مهمترین ترندها شد. با هشتگ‌های نوید را نکشید، نوید افکاری را اعدام نکنید و سیو نوید. در این میان گروهی از چهره‌های ورزشی ایران و جهان هم واکنش نشون دادن و خواستار لغو فوری این حکم شدند. در این برنامه با برخی از این چهره‌های ورزشی صحبت خواهیم کرد و از نقش حمایتی ورزشکاران و بازتاب اعتراض‌ها خواهیم گفت. قبل از اون اما صدای خود نوید و مادرش رو بشنویم. درود به مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. آخرین تیرمون هم که از مجاری قانونی جمهوری اسلامی ایران زدیم اثری نداشت و اعاده دادرسیمون هم رد کردن. این یعنی بعد از 2 سال خون جگر خوردن تکلیفمون به قوه قضاییه معلوم شد و قرار من به حکم خالی از شرافت و عدالت قضات پرونده اعدام بشم. نه دادگاهی صدای ما رو شنید و نه اصلا قاضی و مسئول دادخواهی وجود داشت که بخواد به حرفمون گوش بده. اگرم تا الان سکوت کرده بودیم فقط و فقط به امید اجرای عدالت بود و بس. ولی از این لحظه به بعد من و خانواده‌ام نیاز به کمک داریم. روی صحبت من فقط با ایران نیست، مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزنه و ذره ای از شرافت توی وجودش هست. من داشتم زندگی رو میکردم، کارگری میکردم و کشتیم ادامه میدادم و الان تیر اعدام کاملا روی گردنم شده. من از شما میخوام که قضاوت کنید و انتخاب کنید که من و خانوادم لیاقت و کمک و نفس گرم شما رو داریم یا نه. تهیه نامجو مادر وحید و نوید حبیب افکاری هستم. جلسه دادگاه ناعادلانه و دروغین برگزار کردن که بچه های من اصلا از خودشون نتونستن دفاع کنن. این همه اتهام بهشون بستن و بدون هیچ گناهی علیه اینا داشته باشن دادگاه برگزار کردن، یک جلسه و حکم دادن که الان حکمشون اومده و حکمی که اصلا نمیتونم به زبون بیارم برای نوید و 25 سال برای وحید. خب همطوری در تصویر می‌بینید 3 نفر از ملی پوشان سابق تیم‌های مختلف رشته‌های مختلف ورزشی ایران در همین سال‌های اخیر در این برنامه الان با ما هستن. یک مهمان دیگر هم به جمع ما اضافه خواهد شد، احسان رجبی رو داریم، عضو سابق تیم ملی جودو ایران، سردار پاشایی عضو سابق تیم ملی کشتی فرنگی و همچنین مربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران و مجید فلاح کاپیتان سابق تیم ملی کیک بوکسینگ و مویتای. از احسان رجبی میخوام این پرسش رو داشته باشم که از لس آنجلس ما رو همراهی میکنه که احسان، هر 3 نفر شما واکنش نشون دادید نسبت به حکم نوید افکاری، از نو بشنویم که دلیل واکنشت چه بود؟ خب در ابتدا عرض کنم ورزشکار راستین ورای خواسته های خودش و همگام با خواسته های مردمش قدم برمی‌داره. در واقع وظیفه ما ورزشکاران زمانی چندین برابر میشه که خواسته های مردم در تضاد شدید با خواسته های حکومت و قدرت حاکم هستش. در واقع اینجا ورزشکار آگاه انتخابی جز همراه بودن با مردم نداره. برای همینه که ما خیلی راحت ورزشکارهای حقیقی مثل وریا غفوری ها و علی کریمی ها رو راحت میتونیم تشخیص بدیم از آرش میراسماعیلی ها و حسین رضازاده ها. حالا امروز در حقیقت جان نوید افکاری عزیز در خطر هستش. میدونیم وکیلش هم گفته هیچ شاهدی ندارن و اینکه زیر شکنجه های شدید روانی و فیزیکی نوید مجبور به اعتراف شده. جدای از اینکه وظیفه ما ورزشکاران در این زمینه چندین برابر هست، باید بدونیم که این وظیفه ملی میهنی تک تک ما مردم هستش که صدای نوید ها بشیم. سکوت امروز ما یعنی بله گفتن به اعدام نوید. فردا نوبت وکیل و کارگر و کارمند اون کشوره و روزی هم میرسه که نوبت خود من و شما خواهد شد اگه سکوت کنیم. بهتره که بگم واژه‌هایی مثل حق به حق دار میرسه و سر بیگناه تا پای دار میره بالای دار نمیره رو باید بذاریم کنار. نه خیر، دنیا عدالت، منطق و اخلاق نمیشناسه. ما باید برای حقمون، برای آزادی نوید بجنگیم. در واقع خواسته من قبل از این برنامه با دوستان ورزشیم صحبتی میکردم
در این زمینه و ازشون خواستم که حمایت کنن. متاسفانه سوالی که اول در ذهن اشخاص پیش میاد اینه که فرد چه کرده که قراره اعدام بشه. نه، ما باید این سوال رو از ذهنمون پاک کنیم. ما مخالف هر گونه اعدام هستیم. ما باید بپرسیم چرا یک انسان اعدام میشه. اعدام یک عمل غیر قانونی، غیر اخلاقی و غیر انسانی هستش. ما نب اعدام رو برای هر انسانی میخوان. در واقع در حال حاضر خواسته من از جامعه ورزشی اینه که همراه با مردم بشن و سمتی باشن که همیشگی هستش، یعنی مردم، نه سمتی برن که سمت رفتنی است، یعنی دیکتاتورها. ممنون. از سردار پاشایی میخوام همین سوال مشابه رو داشته باشم. سردار، خودت تو هم دیدم که واکنش نشون دادی و خواستار این شدی که ورزشکاران دیگر هم حمایت کنن، از تو بشنویم. درود به شما آرمین جان، احسان عزیز و وحید گرامی. پیام یونیسی پور در نوشته به خوبی اشاره میکنه که وقتی سرمربی تیم ملی فوتبال علی پروین اطلاع پیدا میکنه که یکی از فوتبالیست های تیم ملی به اعدام محکوم شده، به دفتر قاضی میره و به دست و پای قاضی میفته و تمام تلاشش رو میکنه که جون این ورزشکار نجات بده و موفق هم میشه. یعنی علی پروین از هویت ورزشی خودش اونجا استفاده کرد که بتونه یک انسانی رو نجات بده. این دقیقا نقطه تمایزی هست که در مورد پرونده نوید وجود داره با سایر کسان زندانیان دیگه که به اعدام محکوم شدن. این هویت ورزشی نوید افکاری و مدال‌های ورزشی نوید میتونه به ابزاری تبدیل بشه که توجه رسانه‌ها، مردم و حتی در سطح بین‌المللی رو جلب کنه. ولی کم نیستن زندانیان سیاسی دیگه‌ای که به اعدام محکوم شدن به خاطر اینکه کسی رو ندارن که اون بیرون براشون تلاش کنه، در تنهایی به دار آویخته میشن و جون خودشون رو نجات میدن. این هویت ورزش، این پتانسیل رو باید ورزشکار، جامعه ورزش، مخصوصا جامعه کشتی ازش استفاده کنه و در رأس اونها فدراسیون کشتی، یعنی کسانی مثل علیرضا دبیر که رئیس فدراسیون کشتی هستند، حمید سوریان نائب رئیس فدراسیون، یا حسن رنگدست که مشاور وزیر هستن، اینا خودشون از قهرمانان جهان المپیک هستن. اینا باید در این کارزاری که را افتاده پیش قدم باشن، پیش آهنگ باشن. اینا باید تلاش کنن از این فرصتی که، از این ارتباطاتی که دارند، این موجی که برا افتاده، تلاش باید توجه کنیم که ما موضوع در مورد کشتی گرفتن یا نگرفتن با اسرائیل نیست. موضوع نجات جان یک انسانی هست که هر لحظه احتمال داره به دار آویخته بشه. اینه که من از این ورزشکاران دعوت کردم، از همشون واقعا انتظار میشه که در کارزاری که راه افتاده پیش قدم باشن، مخصوصا جامعه کشتی. ممنون. از مجید فلا میخوام بپرسم، دیدم که خیلی فعال بودی در این زمینه، واکنش نشون داده بودی، تو خواستت چی از ورزشکاران ایرانی؟ دو در شما زنده باشید. ببینید، من هم مثل بقیه ورزشکارا وظیفه‌ام از کنار مردم باشم، چرا که من هرچی دارم از مردم هم دارم. وظیفه هم کنار مردم باشم، نه کنار حکومت استبدادی جمهوری اسلامی، حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی باشیم. وظیفه هم کنار مردم باشیم و وظیفه همه ورزشکارا و هنرمندا هستش که در شرایط حساس کنار مردمشون قرار بگیرن و از حقوق، از دسترسی مردمشون دفاع بکنن. وظیفه مون هستش. الان ما در قرن 21 حضور داریم. دیگه در این قرن خنده واقعا گریه داره، خنده نداره. در قرن 21 دنبال افکار پوسیده 1400 سال پیش عربستان باشیم و میخوایم اعدام کنیم. در این قرن دیگه اعدام بی‌معنیه. کلا نفس اعدام جنایته. جنایت قانونی از طرف دولت‌هاه. اعدام جنایته و نباید اصلا کسی اعدام بشه. بخصوص ما به این علم که میده مثلا نقای نوید افکاری بیگناه هستن. فقط به خاطر دلایل سیاسی میخوان اعدامش کنن که تو جامعه وحشت ایجاد کنن. و این جنایت رو دوبله میکنه. نباید که اتفاق بیفته. اما تمام مسئول ورزش، از تمام قهرمانان ورزشی، از آقای منصور برزگر، برادران خادم، آقای سوریان، آقای دبیر جدیدی، آقای میرسمالی، آقای دایی، آقای پروین، آقای مجیدی و همه ورزشکارا انتظار داریم که در این مورد با صراحت موضع خودشون مشخص کنن. کجا هستن؟ کنار مردم هن یا کنار رژیم هستن؟ باید از مردم حمایت کنن و به انتظار داریم هر چه زودتر تکلیفشون مردم مشخص کنن. خیلی ممنونم از مجید فلا. من صدای شاهد
شکنجه نوید افکاری رو میخوام این لحظه پخش کنم که منتشر شده بود و شاهد است که نوید افکاری زیر شکنجه مجبور به اعتراف شد. نفر لباس شخصی با فحشای خیلی بد و الفاظ خیلی رکی که چاله میدونی نوید و باد و کتک گرفتن و با بیرحمی تمام دارن به سر و بدن نوید با لوله و باتون کتک کاری میکنن و کتکش میدارن. تا بهش به وضوح من خودم شنیدم، میگفتن هرچی که ما میگیم درسته، چیزها رو که ما میگیم مینویسی یا نه؟ نوید هم هی التماس میکرد، هی میگفت تو رو خدا نزنی، من کاری که نکردم. بعد دستاشم که با دستان بسته بودم هی میآورد رو سرش که اونا با میله و باتون اینا نزنن تو سرش. که یکی هم امروی که بعدم فهمیدم اسمش سلطان عباسیه، با لوله آهنی همچین محکم کوبید رو دست نوید که اصلا نوید یه جیغ بلندی کشید، یه زجه بلندی زد که اصلا حال رفت همون موقع. خب صدای شاهد شکنجه نوید افکاری هم شنیدیم، اما در این چند وقت اخیر، یک هفته اخیر به خصوص، خیلی واکنش نشون دادن. سالی رابرتس دارنده دو مدال برنز جهانی در کشتی زنان و فعال حقوق بشر که برای برابری حقوق ورزشکاران زن و مرد در سراسر جهان مبارزه میکنه، پیامی اختصاصی به برنامه چند چند در حمایت از نوید افکاری فرستاد. من همونطوری که اشاره کردم یک مهمان دیگر هم داریم، سالار غلامی به جمع ما میپیوند، از مجید فلاح خداحافظی میکنم که از گوتنبرگ برگ سوئد با ما بوده و برمیگردیم با مهمانان برنامه را ادامه میدیم. دوستان، همکاران و حامیان قهرمان کشتی آقای نوید افکاری، سلام. من سالی رابرتس هستم، دارنده دو مدال برنز جهانی در کشتی زنان. من و همکارانم کارزاری جهانی برای حمایت از حقوق ورزشکاران و مبارزه با نقض حقوق بشر در ورزش به راه انداختیم. Wrestling is a family, and anything we can do to help a brother. کشتی یک خانواده است و ما برای کمک به یک برادر یا خواهری که به کمک نیاز دارد از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد. ما معتقدیم هیچ کس نمیتواند حق زندگی را از انسانها بگیرد و از دولت ایران درخواست میکنیم حکم اعدام قهرمان کشتی نوید افکاری را متوقف کند. ما از دوستان و همکاران در سراسر دنیا، از جمله کمیته بین‌المللی المپیک، اتحادیه جهانی کشتی، دیدبان حقوق بشر، لیگ حقوق برابر، اتحادیه جهانی ورزشکاران و دیگر نهادهای مهم درخواست کمک کردیم. همه ما در کنار هم با صدایی بلند درخواست می‌کنیم نوید افکاری را نجات دهید. این پیام اختصاصی خانم سالی رابرتس بوده که برای برنامه چند چند فرستاده. من اشاره کنم افراد زیادی تو این چند روز حمایت کردن از چهره‌های مطرح. میتونم دیوید کربی رو بگم، رئیس کمیته علمی اتحادیه جهانی کشتی، تونی راموس، دیگر کشتیگیر مطرح آمریکایی، و تعداد اسامی زیاد است. از میان ایرانی‌ها محمد رضا گرایی، برادران گرایی بهتر بگم، محمد علی گرایی و محمد رضا گرایی حمایت کردن، وحید بنا، مهدی علیاری، ایوب آزموده، محمد نامجو مطلق، فرشاد علیزاده، سردار پاشایی که در برنامه حضور داشته، محمد طلایی و دیگر دوستانی که حمایت کردن، و سالار غلامی که الان تصویرش هم می‌بینیم. در میان هنرمندان خارج از کشور من دیدم داریوش اقبالی عزیز که همیشه پیش قدم اصلا در این مورد، پستی رو صدای نوید رو در اینستاگرامشون منتشر کردن که تصویر پست اینستاگرام او هم خواهیم دید و تعداد دیگر از هنرمندان. اما از سالار غلامی که الان به جمع ما پیوسته میخوام این پرسش رو مطرح کنم. سالار، دیشب من دیدم که یک ویدئویی رو در اینستاگرام گذاشتی و حمایت کردی از نوید افکاری. میخوایم از خودت بشنویم که چه گفتی و چرا تصمیم به این کار گرفتی. سلام عرض میکنم خدمت شما مهمونان گرامیتون. عرض کنم خدمت شما جناب قوی پاشا، من نمیدونم واقعا این حکمی که داده شده، این اتفاقی که برای نوید افکاری افتاده، آیا عادلانه است یا عادلانه نیست. حکم که ناعادلانه است به نظر من، و تمام همه این به این موضوع اذعان دارن که این حکم ناعادلانه است. اما اینکه اگرم خطایی، فارغ از اعتراض، خطایی از نوید یا هر شخصی به نظر من سرزده باشه، باید این دادگاه به صورت علنی باشه و باید به صورت مشخص همین مردم عام در جریان قرار بگیرن. نه باید زیر شکنجه باشه کسی، نباید دادگاه پشت درهای بسته باشه، باید همین ما بدونیم. و من خودم به عنوان یکی از اعضای جامعه ورزش کشور،
واقعا من نمیتونم اینو بپذیرم و مسلما واکنش نشون میدم و به تمام دوستانی که داشتم ازشون خواهش کردم ماها باید پشت هم باشیم و من اصلا آدمی نیستم که وارد سیاست بشم، کاریم به سیاست ندارم، اما در این مورد به خصوص بحث انسانیته، بحث سیاسی نیست، بحث انسانیته که یکی از جامعه ما داره کم میشه. مگر خدا بیامرز بابک قربانی که سری اشتباه از دستش دادیم، مگه تونستیم با داغش کنار بیایم؟ یا با روح الله داداشی که اصلا سر موضوعات دیگه بود، موضوعات شخصی بود، از دستش دادیم، مگه جامعه ورزش تونست با این قضیه کنار بیاد؟ قهرمان حالا در هر لولی در هر سطحی داره از بین ما میره به چوبه دار سپرده میشه. ما باید حتما واکنش نشون بدیم. جامعه ورزش باید یک بارم که شده نشون بده که با همه یه خانواده ایم و اجازه ندیم که یه جوونمون واقعا سپرده بشه به چوبه دار. من از تمام دوستانم خواهش میکنم که کار بزرگی هم نیست، کار خارق‌العاده‌ای نیست، چرا باید خارجی ها به فکر ما باشن؟ اما قهرمان های خودمون از ورزشکارا، الگوی خودمون، هیچ واکنشی نشون ندن. میدونم مثل محدودیت ها از تو کشورم، من تعلقاتی دارم توی کشورم، اما موضوع سر اینه که باید انسانیت در نظر گرفته بشه. به قول نوید افکاری گفت اگه کسی ذره شرافت در وجودش باشه باید واکنششون بده. بنویسید. خیلی ممنون از سالار غلامی. من اشاره کنم که دینا وایت یا دانا وایت آنطور که ایرانی ها میشناسن، رئیس UFC هم واکنش نشون داد و ویدئویی رو منتشر کرد. اون ویدئو هم آماده است، میتونیم اون ویدئو هم ببینیم. برمیگردیم دوباره با شما خواهیم بود. سلام، من رئیس UFC دینا وایت هستم. این هفته مطلع شدم یک کشتیگیر معروف ایرانی به نام نوید افکاری به دلیل شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز حکم اعدام گرفته. اول از همه این کشتیگیر یه انسانه، دوم این که جزو خانواده ورزشکار است. بنابراین در کمال تواضع و با احترام کامل از مقامات ایرانی درخواست می‌کنم نوید رو اعدام نکنید. Ask the government officials in Iran to please not execute this man and spare his life. خب صحبت آقای وایت رو هم شنیدیم. من اشاره کنم تصاویری که همزمان با صحبت مهمانانمون می‌بینیم، غیر از تصاویر تمرین نوید افکاری که برای اولین بار از چند داره پخش میشه و تصاویر خود او، تصاویر دیگری که می‌بینیم مربوط به واکنش‌هایی است که تا الان داشتیم و بعضی از اونها رو آماده کردیم با هم نگاه کردیم. اما میخوام این پرسش رو مطرح کنم از احسان رجبی که خانواده نوید افکاری هم من دیدم که مادرش و به حال صدای خود نوید هم که اومده، خواستش این بوده که همه دست به دست هم بدن، بیان هر کسی اگر میتونه قدمی برداره قدم برداره و کمک کنه. به نظر تو آیا این شدنی هست یا نه؟ بله، ببینید همونجور که ما دیدیم، خیلی تشکر میکنم از خانم سالی رابرتس، دینا وایت، و همینطور من بگم جامعه خارجی بسیار مورد توجه قرار دادن این مسئله رو. خیلی از دوستان خارجی من و حتی ساگی موکی ورزشکار جودوکای اسرائیلی حمایت کرد از نوید افکاری و ما میدونیم که عده‌ای از ورزشکاران داخل ایران حمایت کردن، اما واقعا ما حمایت حد اکثری رو میخوایم، اون هم در مقابل رژیمی که نشون داده در بیدادگاه‌های اسلامی خودش 41 سال حق رو از ناحق نتونسته تفکیک کنه. پس بنابراین وظیفه ما چه به عنوان ورزشکار چه به عنوان هموطن تو اینجا چندین برابر میشه. من فقط میخوام به این مطلب کوتاه در پایان اشاره کنم که چند وقت پیش یه توییتی زده بودم، دوست داشتم اینجا با همه دوستانم قسمت کنم این رو که بگم سکوت تو تضمین امنیت تو نیست هموطن، سکوت تو از ترس است. ترس تو را هر لحظه میکشد و اعدام میکند. رژیم ورزشکار و هنرمند و کارگر و کولبر نمیشناسد. رژیم ستمگر است. در مقابل ستم سرخم نکن، برده نباش، فریاد بزن آزادی. ممنون از احسان رجبی. از سردار پاشایی که هم رشته نوید افکاری است، ما هم بپرسم که از فرنگی کاران ما چه واکنش هایی تا الان داشتیم و چه انتظاری میره؟
حالا واکنش های شما میبینید در دو فضای مجازی، اما ای کاش جامعه کشتی همه با هم، یعنی در این مورد با هم جمع میشدن و به یک حرکت جمعی منتج میشد. اما خیلی وقتا به محدودیت ورزشکاران یا نقش اونا در داخل ایران اشاره میشه. من بعد نیست به مثالی رو بزنم. سال 1967 وقتی محمد علی کلی به دوران سربازی اجباری فراخونده شد که بره به جنگ ویتنام، با وجود اینکه قهرمان المپیک بود، در اوج شهرت بود و بعدها به ورزشکار قرن معروف شد، اما به دوربین ها نگریست و گفت که من اسلحه به دست نمیگیرم که برم به مردم بیگناه شلیک کنم. و کسی که محبوب قلب ها بود به ناگاه یک شبه به خائن به ملت تبدیل شد، از بوکس اخراج شد، پاسپورتش گرفته شد و به 5 سال زندان محکوم شد. اما این تصمیم محمد علی بعدها بر روی ورزشکاران دیگه تأثیرات بسیار زیادی رو گذاشت که از موقعیت اجتماعی خودشون در اعتراض به ناوری های و تبعیض ها اعتراض کردن و استفاده کردن. اینجاست که اون پتانسیلی که ورزشکار ملی داره، این ستاره بودن، پتانسیلی که به ورزشکار ملی میده میتونه به تغییر منجر بشه. حالا چه تغییر در حوزه شخصی خودشون، زندگیشون، و یا چه در حوزه اجتماعی. به نظر من این پتانسیل زمانی میتونه شکوفا بشه که ورزشکاران از این موقعیت در خدمت به هم نوعاشون استفاده کنن. ورزشکار ملی شدن فقط تکل زدن در فوتبال یا زیر خم گرفتن در کشتی نیست. ورزشکاران به خاطر همه اعمالشون و کیفیت رفتار و زندگیشون داوری میشن، مخصوصا در مورد موضوعاتی که جامعه براش اهمیت داره، برای جامعه حساسیت وجود داره، موضع گرفتن اونا میتونه بسیار تعیین کننده باشه. اینه که وقتی که ما اینو در ذهن داشته باشیم که ورزشکاران جایگاهشون و شهرتشون رو از طرفدارانشون میگیرن، از کسانی که به اونا عشق میورزن، این برای اونا مسئولیت ایجاد میکنه و خیلی مهمه که اونا بتونن در کنار اینکه به حوزه شخصی میپردازن، از این پتانسیل، از این انرژی برای تغییر استفاده کنن. حالا برای نجات جان یک انسان باشه، برای کمک به هم نوع باشه، بیا به هر طریق دیگری. خیلی ممنونم از سردار پاشایی. من اشاره کنم پرسش هایی که مطرح میشه این هست که خب مادر نوید هم اشاره کرده که بعد از دستگیری نوید دو برادر او رو دستگیر کردن، شوهر دختر او رو دستگیر کردن، پدر نوید رو دستگیر کردن. پرسش های زیادی مطرح است که چرا اجازه نمیدن نوید شاهدها رو بیاره در دادگاه، چرا دادگاه علنی برگزار نمیشه، اگر فیلم یا شاهدی هست چرا اون رو نشون نمیدن، چرا شکنجه میکنن و اعتراف میگیرن، و چرا آلت جرمی از محل قتل یا از منزل خانواده افکاری پیدا نشده. به هر حال پرسش های فراوانی در این زمینه است. یکی از روزنامه‌نگاران اصلاح طلب که میگفت 1000 صفحه پرونده نوید رو خونده، هیچ گونه مدرک یا فیلمی در اون پرونده ندیده. به هر حال این پرسش ها باعث میشه که خیلی ها در این که آیا نوید این کارو کرده یا نه شک کنم. اما نکته دیگر این است که به هر حال اعتقاد دارم بسیاری الان باید هنرمندان و ورزشکاران هم رشته ای های نوید پیشقدم بشن برای جلوگیری از حکم اعدام او، چون اساساً شاید با حکم اعدام مخالف هستند. من میخوام آخرین صحبت ها رو از سالار غلامی هم بشنم که از تورنتو با ما، شاید کمتر از 1 دقیقه و نیم 2 دقیقه اگر سالار صحبت های پایانی از تو بشنم. من فقط میخواستم بگم که ورزش کشتی ورزش اول کشور ماست و نماد پهلوانی و غیرت و مردانگیه. پس این قهرمانای ما کجان؟ پس این پهلوانای ما کجان؟ پس چرا واکنش نشون نمیدن؟ من نمیخوام اسم ببرم، اما امروز و دیروز با چند تا از پهلوانای خودمون توی تیم ملی کشتی، چه قدیمی ها چه جدید، صحبت کردم. پس چرا یه حرکتی انجام نمیدن؟ چرا ورزشکارای شاید به خاطر اینکه این اتفاق و این اتفاقای از این قبیل ورزشکار ما رو نشون میده که ورزش جامعه، ورزش ما یه رهبر نداره که یه نفر بیاد و این مدیریت کنه، این همبستگی که هست. پس اگه الان واکنش نشون ندیم، پس کی میخوایم نشون ندیم که هر لحظه امکان داره نوید افکاری رو از دست بدیم؟ یکی از جوانای مملکتمون، یکی از اعضای خانواده ورزش کشورمون، این یه حکم ناعادلانه است. من از همه ورزشکارا میخوام که الان وقتشه که یه کاری بکنیم، الان وقتشه. دقیقا مثل یه مبارزه است، یه مسابقه است که لحظات آخر رو تو باید نتیجه رو عوض کنی. فکر کنین که آخرین لحظات مسابقه شما بازی و باختین و باید نتیجه رو عوض کنی. الان باید غیرت کنی، مخصوصا که پهلوانای ورزشه.
کشورمون باید الان واکنش نشون بدن. این بزرگای ورزش ما من نمیدونم چرا واکنش نشون میدم، ازشون خواهش میکنم که بالاخره یه حرکتی انجام. ممنون از هر چهار مهمانی که در برنامه شدیم، از خانم سایل رابرت ممنونم که ویدئوی اختصاصی برای ما فرستاد، از احسان رجبی، از سردار پاشایی، سالار غلامی و همچنین مجید فلاکی از گوتنبرگ در ابتدای برنامه ما رو همراهی کرد. من اشاره کنم که هفته آینده به موضوع جودو و تعلیق فدراسیون جودو میپردیم، با توجه به اینکه فقط چند روز بعد از اون دادگاه دیوان حکمیت ورزش برگزار خواهد شد. حتما هفته آینده بیننده چند باشید. اگر در ایران هستید شروع هفته خوبی داشته باشید، از فردا اگر در خارج از ایران هستید آخر هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا هفته آینده و چند دیگر، خدا نگهدار.